دیدبانه حقوق بشر از نخست وزیر استرالیا خواست تا به خاطر جنایات هولناک اعتلاف تحت سرکردگی عربستان سعودی در جنگ با یمن فروش تسلیحات نظامی به ریاض را فورا متوقف کند. الین پیرسون مدیر گروه دیدبانه حقوق بشر در استرالیا ضمن اعتراض به فروش سلاح به عربستان سعودی گفت مالکولم ترنبول نخست وزیر استرالیا درست زمانی که باید از اهرم سلاح به منظور اعمال فشار بر ریاض برای پایان دادن به حملات هولناک در یمن استفاده می کرد با فروش تسلیحات نظامی به عربستان موافقت کرد به افزود تا زمانی که تحقیقاتی موثق درباره این حملات انجام نشود و تا زمانی که این حملات هولناک ادامه دارد استرالیا باید فروش تسلیحات و تجهیزات به رژیم سعودی را متوقف کند چرا که توقف فروش تجهیزات نظامی به این کشور حامل این پیام جدی برای آنهاست که دولت استرالیا به لزوم رعایت قوانین جنگی متعهد است و مردم نیز نگران جان غیر نظامیان یمنی هستند. پرسون همچنین تاکید کرد استرالیا باید جزیات مربوط به فروش تسلیحات و تجهیزات نظامی به سایر اعضای اطلاف تحت سرکردگی عربستان سعودی در جنگ علیه یمن را منتشر کند. بر اساس گزارش ها وزارت دفاع استرالیا سال گذشته با صدور چهار نوع عدوات نظامی به عربستان سعودی موافقت کرد اما درباره نوع یا مقدار این تجهیزات و تسلیحات فروخته شده اطلاعاتی منتشر نکرد تا کنون درباره جنایات و تخلفات این اطلاف از قوانین زمان جنگ تحقیقی صورت نگرفته و تقریبا هیچ اطلاعاتی درباره کشورهایی که به طور مستقیم این تخلفات را انجام داده اند وجود ندارد هواپیماهای پنج کشور عربستان سعودی، امارات، قطر، کویت و بحرین به همراه دیگر اعضای ائتلاف یعنی کشورهای مغرب، اردن، سودان و آمریکا در این حملات مشارکت دارند و سومالی نیز اجازه استفاده از پایگاه‌های نظامی خود برای حمله به یمن را داده است. این اطلاف از پاکستان نیز برای پیوستن به این حملات دعوت کرده اما پاکستان هنوز این دعوت را نپذیرفته است جنگ یمن تا کنون جان ده ها هزار غیر نظامی را گرفته و یا آنها را مجروح ساخته که بسیاری از این جراحت ها منجر به نقص عضو همیشگی برای غیر نظامیان شده است